بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فرش التراب وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عزيزان گرامی و عزتمند بسلسله گفتنی‌های جمعه قبلی ما که در مورد اهمیت و خصایص ماه محرم الحرام بود و همچنان مقام و منزلت روز عاشورا یا دهم محرم الحرام در اسلام چی جایگاه داره، آیا از این روز به کدام سیستم تجلیل شوه، اعمالی که بعض مردم انجام میده یا در جانب افراد یا در جانب تفرید، این اعمال به نزد اسلام درست است یا نه، که الحمدلله رساله در مورد امی موضوع انشاءالله که در دسترس شما قرار گرفته باشه تا برادرها و خواهرای مسلمان ما در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله جایگاه و اهمیت روزه بدانن و آن چیزی که مناسب است به تأسی و اقتدا از سردار انبیاء علیه الصلاة و السلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او را انجام بدیم. کامیابی ما تنها و تنها در پیروی و نقش و قدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاصل میشه، راه دیگر سبب گمراهی و هلاکت امت است که با تأسف بسیار مردم در این هلاکت ها و گمراهی ها مبتلا شده و خود از یک وجه خود خلاص کردن نمیتونه، یا به تنظیم مربوط است یا به فرقه یا به گروه ارتباط داره. سنت رسول الله و پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نظر نمی گیرند، همیشه در تلاش عزیزن که عنعنه قومی رواج قومی خود زنده بکنه یا برداشت های نادرست سوی استفاده سیاسی را از همچو روزها و بگیرند. انشاءالله اهمیت این روز برای شما بیان میکنیم که این روز کدام روز است. قبلا گفته بودیم الله متعالی ماه را ماه مبارک گردانیده، روز عاشورا از این اهمیت خصوصی داره. البته روز عاشورا روز تاریخی است، نه تنها که مسلمان ها این را روزه میگیره بلکه یهود، نصارا، قریش، پیغمبر علیه الصلاة و السلام خود در زمان جاهلیت هم امین روز دهم عاشورا را روزه گرفته. برای شما واضح میگرده که آنچه که مردم در بین خود به طریق متضاد اعمال را انجام میده، یک تعداد
عزاداری و ماتم برپا میکنه و یک تعداد دیگه خوشحالی را ظاهر میکنه. هر دو جانب از خط مستقیم دین اسلام بیرون هستند، راه اسلام تعقیب نمیکنه، بلکه وا تا بیداری از اونمو خواهشات سیاسی و نعوذ بالله ضد و عناد خودکار گرفته ای کارا را انجام میده. از امو خاطر است رساله ای که در دسترس شما قرار گرفته با وصفی که الحمدلله ما ضدیت خود با کسی نشان ندادیم، بلکه از آیات قرآن کریم احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال کرده اهمیت زیرا بیان کردیم، اما یک سلسله اعتراضات در برداشته تا امنیت هم مردما آگاهی و خبر داده که این رساله پخش نشوه. ولی وقتی که این رساله پخش نشوه باز ضرور نیست که ما نماز بخوانیم، باز ضرور نیست که ما دعوای دین اسلام بکنیم، باز ضرور نیست که ما بگویم پیرو کتاب الله و سنت رسول الله استیم. باز اعلان ای شوه که اگر گروه حاکم بود در یک منطقه و خواهش او گروه که هر قسمی باشه ولو که خیلی غلط و نادرستم باشه او باید انجام داده شوه، و امری که از طریق گروه ضعیفتر باشه او باید بند کرده شوه. شما میبینی امروز مشاهده میکنی با چشم سریتان، در آخر هم انشاءالله در اشاره میکنیم لطه های سیاهی که در اونجا کلمات استعمال شده که به نزد اهل سنت والجماعت نظر به حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم و همچنان نظر به آیت قرآن کریم اگر مستقل و به ذات ندا به غیر الله شد، استغاثه از او طلب شد، فریاد به او کرده شود، از او مدد طلب کرده شود، شرک صریح است و مناقض با آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین است. اما این مردم علی رساله ما راپور میده، داودش نام میده و این نشانه فرقواریت معرفی میکنه. دین تقاضا نداره، در مذهب خودشان حرام است، در مسلک خودشان علمایشان نوشته کرده که این حرام است. او کار در هر کوچه و در هر سرک ای انجام داده میشه، کسی مانع نیست، کسی اعتراض نمیکنه. ما گاهی گاهی افسوس میخورم که ملتی خواب و یه ملتی که در غفلت رفته کی میفهمند که طریقه پیغمبری ما با کدام سیستم بود. تاسف میخوریم تو یک عنعنه خدا به این سویه تجلیل میگیری و ما را انتقاد اعتراض میکنی. چرا؟ انصاف نیست؟ انصاف نیست؟ آیا این وطن وطن کیست؟ گپ اسلام زده نشوه؟ گپ قرآن و حدیث بند شوه؟ کتاب شایع نشوه؟ عالم سخن نگویه؟ خیر اعلان بکنه که دولت اسلامی نیست، در اینجا گپ و سخن از قرآن و حدیث مکمل بند است. شما امضا کنه که ما دیگه بند کنیم، در سر منبر نبرایم، در کتاب تحریر نشوه. ولی افسوس است. چرا؟ ما براتون گفتم روز عاشورا ارتباط قطعا با شهادت حسین رضی الله عنه نداره. به نزد اهل سنت والجماعت روز عاشورا روزه سنت است، بلکه فرض بود. پیغمبر علیه السلام ایره می گرفت، حدیث است از عایشه رضی الله عنها کان یوم عاشورا تصومه قریش. روز عاشورا روزی بود که قریش هم روزه می گرفت، فی الجاهلیت، در زمان و دوره جاهلیت. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصومه فی الجاهلیت، پیغمبرم در زمان جاهلیت روزه می گرفت. فلما قدم المدینه، زمانی که در مدینه منوره آمد، صامه، خود روزه گرفت و امر به صیامه، امر کرد که روزی از گرفته شود. فلما فرض رمضان، هرگاه که رمضان مبارک فرض کرده شد، ترک یوم عاشورا، پیغمبر علیه السلام روز عاشورا را به حیثیت فرضیت روزش ترک کرد. فمن شاء صامه، کسی که خوشش بود روزه می گرفت، و من شاء ترکه، کسی که خوشش بود ترک میکرد، اما سنتیت و مستحب بودنش ای باقی ماند. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام زمانی که ای روزه را یهود میگرفت، صحابه کرام برشان گفت که روزه را خو یهود روزه میگیره، گفت اگر ما باقی ماندم در سال آینده ای روزه میگیرم، خامخا روزه میگیرم. از او خاطر افضل
و بهتر است که روز نهم و دهم روزه گرفته شود. امروز نهم از سبا دهم است، روزه گرفته شود. در حدیث دیگه یوم قبله و یوم بعده آمده، اگر کسی امروز روزه نگرفته سبا و دیگه سبا را دو روزه روزه را بگیره، به خاطر که مخالفت یهود شود. اگر کسی دیگه روزه گرفته نتانست، پیغمبر نگفت که روزه نگیره، تنها خود اظهار آرزو کرد که مد سال آینده روز نهم هم روزه میگیرم، به خاطر که ظاهرا مخالفت کی شوه؟ یهود شوه. اما این عبادت است روزه گرفتن، این مخالفت نیست. چون یهود یک روزه میگرفتن، پیغمبر علیه السلام در تمام امور تلاش داشت مخالفت بکنه همراه یهود. از او خاطر یکی از دوستا برام زنگ زده بود که یک روزه گرفتن باید مخالفت شوه، درست نشوه. ما میگیم نه، عبادت است. در این عبادت که روزه گرفتن است، این قبلا هم پیغمبر میگرفت بدون از اینکه یهود میگرفتن، بلکه فرض بوده. از او خاطری ترک نمیشه. اگر کسی یک روزه میگیره درست است، بله بهتر است که ظاهرا مخالفت یهود شوه، دو روز یا سه روز روزه گرفته شوه. پس معلوم شد که این روزه از کدام تاریخ شروع شده. حدیث است، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه، پیغمبر علیه الصلاه والسلام در مدینه منوره آمد. فوجد اليهود، یافت قوم یهود صیاما که روزه دار بودند، یوم عاشورا در روز دهم محرم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه السلام گفت ما هذا اليوم الذي تصومونه، کدام روز است که شما روزه میگیره؟ فقالوا هذا يوم عظيم، یهود گفتن این روز خیلی بزرگ روز است. انج الله فیه رسوله، الله متعال در اینجا پیغمبر خود، انج الله فیه موسی و قومه، موسی علیه السلام و قومش، الله در این روز نجات داده. و غرق فرعون و قومه، فرعون و قومش غرق کرده. فصامه موسی شکرا، موسی علیه السلام ایره از روی شکرگزاری و سپاسگزاری این نعمت عظیم که دشمن سرسخت و بدبختش غرق شده، الله یاره نجات داده، روزه گرفته. فنحن نسومه، ما هم روزه میگیریم. یهود است ولی تابع پیغمبر خدا است. تا یک سرحد خیلی مردم پابند و نقش قدم پیغمبر خود بود. تا زمانی که امی یهود به نقش قدم موسی علیه السلام روان بود، این مردم به هدایت بود. ولی زمانی که از نفس خود، از عقل خود، از رأی خود، از روزه برای خود تجلیل کردن، نعوذ بالله، تغییر در دین آوردن، او بنی اسرائیل بنی اسرائیل باقی نماند. او یهود بدبخت شد. این امت هم این همی رقم است. تا وقتی که در نقش و قدم پیغمبر والای خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم میگذاریم، بالکل ما کامیاب استیم. سعادت و نیکبختی مکمل از آن ماست. ولی زمانی که قدم گذاشتیم، عقل خود برای خود حاکم گردانیدیم، خواهش خود مطبوع خود گردانیدیم، پشتش روان شدیم، قولای علما و سیاسیون و فرهنگی ها و دانشمندان را گفتیم که ایام خوب گپ است، ایام خوب کار است، باز نگوی که ما کامیابی شامل حال ماست، باز علاقتی ماست. این را بدانه از محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که شخصیت بالا و اعلا بالا دیگر در انسانیت و بشریت دیگر نیست. چطور شده میتانه که این راه مبارک پیغمبر را ما ترک بکنم و دنبال کسی دیگری روان شوم؟ ای امت پیغمبر، چه رقم برای تو وجدان اجازه میده؟ شخصیت عالی را، نقش و قدمش را بگذار و پیروی از خواهشات و دنبال رویه از سیاسیونت بکو. امروز مردم میگه والا میفهمیم کی بعد است، خود چی کنیم؟ قماندان صاحب گفته، وکیل صاحب گفته، عامر صاحب گفته. من میگم که ایمانت کامل نمیشه تا وقتی که تابیداری پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکنی و در مقابلش امر و تابیداری همه کسا را بگذاری. حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. از جان خود نمیگم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه. محبوبیت چی را میگه؟ محبوبیت امیر میگه که عمل پیغمبر بالا کنی، عمل پیغمبر بالا کنی، حدیث پیغمبر بالا کنی، سنت رسول الله را از همه چیز مقدم بشماری. او وقت تو واقعا مؤمن هستی، در غیر از او دعوا ایمان نکن، دعوا ایمانی تو درست نیست. پیغمبر علیه السلام زمانی که یهود دیدن که روزه میگیره، پیغمبر چی میگه؟ خود میگه فنحن نصومه،
او گفت که ما روزه میگیریم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فنحن احق و اولا بموسی منکم، ما خیلی لایق و خیلی نزدیک هستیم به موسی علیه السلام از شما. نکته خیلی جالب است عزیزان گرامی، این سرفرازی شما امت است. اگر ما واقعا امت پیغمبر خدا بگیریم، کدام امتیازی که الله متعال به شما امت داده به هیچ امت نداده. در روز قیامت شاهدای انبیاء علیهم السلام شما امت هستی. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، در دنیا هم شاهد هستی، در دنیا شهادتتان دعوتتان است، تعلیم علمتان است. شهدا اینجا به معنای تعلیم علم، شما معلمین هستی، به مردم طریقه های دین بدانونی. افسوس به حال ما که خود نمیدانی، خود در راه های هلاکت روان هستیم، به مردم دیگه چطور تعلیم بدیم؟ امروز ما در اون سرحد رسیدیم. در روز قیامت انبیاء علیهم السلام زمانی که الله متعال سوال میکنه که هل بلغتم، شما چیزی که وظیفه و ذمه داری داشته رسانیده؟ گفت بله. یا به الله میگه که بله ما رسانیدیم. گفتن شاهد. از قوم سوال میکنه، الله میگه نه بر ما نرسانده، شاهد ما گفت امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پیغمبری آخر آخری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم است. امت پیش میشه، شما پیش میشه. اگر واقعا به نقش قدم پیغمبر روان بوده، شاهدی میده که بله انبیاء علیهم السلام مسئولیت خود ادا کرده، رسانیده پیام الله را برای شما. و جرح میکنه سرتان، میگه در زمان ما شما نبودی، چطور شاهدی غایبانه میده؟ شما جواب میگه که ما کتاب را پیغمبر ما برای ما آورده بود، تشریح کرده بود، ما در او داستانهای شما را یکه یکه خواندیم که انبیاء علیهم السلام دعوت خود را تکمیل کرده بود، اما شما انکار کرده بودی. پیغمبر علیه السلام تسکیتانه میکنه، تسکیتانه میکنه. بله الله، به الله میگه که بله یا الله، ما امی پیام به امت خود رساندیم و این گپا در او گفته شده. شما شاهد است بالای دیگه اومد، این امتیاز برای شما داده. در این حدیث هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم به می نکته اشاره میکنه که ما خیلی لایق، ما خیلی نزدیک به موسی علیه السلام هستیم. به یهود میگه از شما کرده. چرا؟ قوم پیغمبران علیهم السلام پیغمبران تکذیب کردن، سخنشان را نپذیرفتن، اما امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کل پیغمبران را قبول کرد، تبعیض قائل نشود. ما فرقی در بین موسی و عیسی و محمد رسول الله در نفس نبوت نداریم. انکار از یک پیغمبر انکار از کلی انبیاء علیهم السلام است. امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیازی که داری، تو انبیاء علیهم السلام تصدیق کرده ای، پس از او خاطر احقیت تو و اولویت تو ثابت شد. از او قوما کرده تو نزدیک هستی با او پیغمبران علیهم السلام، این مقام و منزلت الله متعال برد داده. پس معلوم شد که پیغمبر علیه السلام این روز عاشورا را غیر از روزه می گرفت، بعد از او که موافق شد با نجات که موسی علیه السلام و قومش از مستکبر جهان، از او غدار، از او مکار ظالم بدبخت فرعون و قومش، که موسی علیه السلام شکرن این روزه را گرفته بود، پیغمبر علیه السلام گفت ما خیلی لایق هستیم که ما روزه بگیریم. خو عاشورا روز روزه شد، تا سعا نهمش روز روزه شد. روز شوله پخته کردن نیست، روز شیر توزیع کردن نیست، روز کالا سیاه پوشیدن نیست، روز زیاد آوردن نان و نفقه نیست. حدیث موضوعی را میگن، اهل سنت در مساجد خود بیان میکنه، میگه کسی که در این روز سری عیال خود نفقه را فراخ کرد، تمام سال نفقش فراخ است. امروز در چندین مساجد شاید این تقریر شوه از امی منبری رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی که نمایندگی پیغمبر را میکنه، حدیث موضوعی را به مردم بیان میکنه. دو طایفه هلاک شد، دو طایفه بودن. شهادت حسین رضی الله عنه، چرا حسین رضی الله عنه شهید میشه؟ کوتاه میکنم، مختصر میکنم گپارا، چرا شهید میشه؟ الله متعال چطور خواسته؟ الله اکبر. در میره ساله من نکته نوشته کردیم انشاء الله. انبیاء علیهم السلام سخت‌ترین مردم است که مبتلا به مصیبت ها و تکالیف میشه. یبتلا الرجل، پیغمبر علیه السلام میگه به حسب دینه، شخص امتحان کرده میشه به مقدار دینش. هر قدر که دین پا
پخته سمو قدر تکلیف و سختی سرت میاد. بسا اوقات ای برادرای محترم خود خوب ارزیابی کنی که عقیده درست داشتی، پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردی، ولی میبینی که فقر سرت میاد، ولی میبینی که مردم تو را مطرود میسازه، از مجلس دور میکنه، دودش نام برات میگه. بسیار خوش شو، بسیار خوش شو. الله متعال تو را امتحان میکنه، تو را می آزمایش میکنه. وقتی حالات انبیاء علیهم السلام، الله اکبر، محمد رسول الله به جان تنهای خود در مجالس کفار میره دعوت میده، کدام تکلیف ما کشیدیم؟ عشری اون تکلیف ما کشیدیم؟ کلا قطعا نه، نکشیدیم. بله، صحابه‌ای که امریکا به پیغمبر بود واقعا تکالیف خیلی زیادی کشیده. زندگی ابوبکر رضی الله عنه را مطالعه کنید، از عمر رضی الله عنه را مطالعه کنید. ای ملت، شما خیلی زیاد ضرورت داره که خلفای راشدین مکمل زندگی شما مطالعه بکنی. بعد از او صحابه کرامه. چرا این گپ برتان میگم؟ صحابه را به نزد مردم ما نعوذ بالله ای عنعنات و ای رواجا و تبلیغات آنقدر سبک کرده که مردم هیچ حیثیت به عمر و به عثمان و به ابوبکر هم قائل نیست، به علی را دلان هم. یک شخص عالم میگه معاویه چی؟ یک شخص عادی، یک ظالم، نعوذ بالله. خب گوشتا را بگیری. ما سیرت خلفای راشدین دوباره چاپ کردم، به می خاطر چاپ کردم که در دسترس علمای ما، ملت ما برسه، یک دفعه ببینه که کدام زحمات و تکالیف در نشر دین ابوبکر رضی الله عنه تیر کرده، کدام تکالیفی را که عمر رضی الله عنه تیر کرده، کدام تکالیفی را که عثمان رضی الله عنه تیر کرده، کدام تکالیفی که علی و بچش حسن رضی الله عنهما تیر کرده. یک دفعه آشنایی پیدا کنیم که بله، این تبلیغاتی که مردم میکنه، این صحابه هیچ حیثیتی نداره، این شهادت علی خونش رنگ نداشت، این شهادت عثمان خونش رنگ نداشت، این شهادت عمر خونش رنگ نداشت، این شهادت سید شهدا. میشناسی سید شهدا؟ ملا صاحبای امام تعالی را نمیدانه. حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنت، سردارای جوانای اهل جنت است. سردار شهدا کیست؟ حمزه رضی الله عنه. در روز احد، در روز احد 70 تن صحابه کرام شهید میشه، شهیدای طراز اولی معرکه و سنگر اسلام. شما چی تصور داری که روزی از او نادیده گرفته شوه؟ اگر جشنا درست می بود و هر روز ماتم و عزاداری می کردیم، باز خواه حق و اولیت از او بود. آیا شهادت انبیاء علیه السلام نادیده گرفته شوه؟ آیا وفات و رحلت پیغمبر علیه السلام نادیده گرفته شوه؟ من تنها امی سوال دارم، حسن رضی الله عنه کجاست؟ او هم شهید شده. آیا در یک رخت این برادرای ما که سری سرکا آویزان کرده نام حسن دیده میشه؟ که یک حسین است. الحمدلله اهل سنت والجماعت بدون افراط و تفرید اهل بیت دوست داره. دوستی اهل بیت جزی چیست؟ ایمان. دوستی اهل بیت جزی چیست؟ ایمان. کسی که با اهل بیت دوستی نداره ایمان نداره. ولی الحمدلله دین اسلام دین وسط است. ما در هر رکعت نمازی خود امیره میگیم اهدین الصراط المستقیم، درست، راه درست برابر، دوی افراد تفرید نباشه. پشتی سرش میگیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. ده صراط الذین انعمت علیهم کدام طایفه است؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، کلی طایفه هایی که فداکاری در احیای دین اسلام انجام داده دمی چهار طایفه شامل است. یا پیغمبر است که اول دعوت آغاز کرده، یا صدیقین است که پشتیبانی اول از پیغمبر کرده، یا کسی است که سنگرا را با خونی خود رنگ کرده که شهداست، یا کسی است که نقل کرد تعلیمات پیغمبر را، نمیگذاره بدعت داخل شوه، نمیگذاره در اونجا انحراف و کمی و زیادتی پیدا شوه، هو به هو به موت نقل میکنه، این صالحین است.
ما هر دفعه در رکعت نماز خود میگیم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خو ای گپ قتش همراه میسازیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. کل مردم میفهمه مغضوب علیهم میگه یهود است، خودی پیغمبر در حدیث هم گفته، ضالین میگه نصارا است. چرا مغضوب علیهم یهود است و تفرید کردن؟ عیسی علیه السلام با زعم و گمان خود چی کردن؟ اعدام کردن. ای صلیب از وا باقی مانده که نصارای قدر تعظیمش میکنه و نه نصاراستیم که عیسی علیه السلام الله جور بکنیم. الله الله است، پیغمبرش پیغمبر، فرقی داره. نمیکنیم یک شخص یک قسم در کدام در عرش بالا کنیم شخص دیگره در تاترین جهنم برسانیم؟ کلا قطعا نه. هیچ وقت در دین اسلام افراط و تفرید وجود نداره. او این عقیده اسلام نیست. دین اسلام دین وسط است، راه مستقیم است. خیر، در این جامعه اسلامی ما افراد بزرگ از دست دادیم، رفت از دنیا، کارنامه های تاریخی داره. اگر ما روزای جشن هر کدامش روزی ماتم روزی جشن بگیریم، یک روزی سال ما بدون یک کارنامه تاریخی نیست. کلی روزا رو هر روز جشن بگیریم ماتم بگیریم کارهای دنیا. الله اکبر، الحمدلله. دمی در رساله براتون ذکر کردم در فایده یک حدیث، جشن گرفتن عادت یهود بود که کدام روز روز تاریخی به نزدشان معلوم میشود و جشن میگرفت. در اسلام جشنا گرفتن نیست، ما دو روزی خوشی داریم، خیر و خلاص، نه در مرگ کسی نه در غم کسی. الله اکبر، آفتاب سیاه شده، دمو روز تقدیرن فرزند دلبند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ام از دنیا رحلت کرده، سر و صداگه که پیدا میشه در مابین که ای آفتاب به خاطر سیاه شده که فرزند پیغمبر وفات کرده. گب در گوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرسه، پیغمبر علیه السلام غضبانی، چهره مبارک سرخ گشته، در سر منبر بالا میشه، خود به ایراد میکنه، میگه ای از شمس و القمر چیست؟ آیتان من آیات الله تعالی. این دو علامه از علامه های قدرت الله متعال است، نه تعلق به مرگ کسی داره نه به زندگی کسی داره. چی تعلیم والای پیغمبر به امت خود میده؟ مبادا امت گمراه شوه، قصه های دروغی نجور بکنه. شما کتابا را در کتابا که ببینه، ای تو رام نوشته کرده که در روزی که حسین را در اون شهید شده بود، هر سنگه که میورداشتی در زیرش خون بود، آسمان گریه کرد. در جنگنامه ها هم بوده سابقه، اگر کتاب های جنگنامه های واهی را خوانده باشه که میر حتم شهید شد و که امطور شد و که گلی افتاو پرست چی شد، سری خدا ها ویزان کرد که ما چون چی آهو در کوه ها گریخت. این گپا ها این دین نیست، این واهیات است. ولی ملت ما بیچاره در تاریکی زندگی کرده را ایستن. دین روز یکی از خواهرها قط ما میگه، وقتی ما گپا را بیان کردم میگه ما خود قصص الانبیا موریس ابن تور خواندیم، تو این تور گفتی، قصص الانبیا را ما این تور خواندیم. ای علما، به الله قسم به الله جواب میدین، نکنه از دست مردم حافظه، از دست مردم قصص الانبیا قصه های واهیات دور کنه، کتاب الله و سنت رسول الله را دستش بده که دین خود آشنا شود. تا کی ای ملا صاحب؟ اگر تو از حکمت حکمت کار میگیری به الله جواب میدی. ملتی در کدام حالت رسیده و تو تالی رم میگی از حکمت کار میگیرم؟ امروز ملت نظر غیر الله را خورده را ایسته. آیت قرآن کریم است و ما اهل بهی لغیر الله، از چار محرمات اصولی که در هر تاریخ حرا حرمتش ثابت بود. انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله، چهار محرمات اصولی است. آوازی که سری کدام چیز با جز از الله با کسی دیگر بلند میشه، او را به نام چی یاد میکنه؟ مذبیحه باشه، مذبوحه باشه، حیوان یا هر چیزی که باشه، کلمه ما عام است، او نظر غیر الله است. او نظر غیر الله حرام است یا حلال است؟ ولی ملت ما میدانه به طریق ثواب میره میخوره، نظر حسین نظر ببیره. این جواب کی میده در روز قیامت به پیشگاه الله؟ امی عالمی که 10 سال در این مسجد تیر کردی و تو حتی مردم خود نظری غیر الله بیان نکردی برش؟ امروز در هر جای ای با کدام روز؟ اگر صدقات و خیرات است
روزی دیگه کجاست؟ گداگر بیچاره کالای جالوده میفهمی فقیر است، از دامنت کش میکنه که یک نانه برام بخر. زن از زن خود تو از پیشش خود خطا میدی، میده پیشم نیست میدوی. و امروز خودت در سرکا چایا را داده رو استی به مردم، مردم اینقدر خوش خوش میخوره، میگه اینقدر لذت داره. یز حسین است، یز از چشمه حسین است. جناب مسلمان کتاب الله برات چی میگه؟ این گپ گپ یادی نیست. ما قطع علمایشان نشست میتونیم الحمدلله در این مورد برای ما قناعت بده که این چیست. این عملی است حسین نوادش رضی الله عنهم امی اعمال انجام داده یا نداده برای ما ثابت کنه. ولی وقتی که ما بیان میکنیم باید نگویه که تقریرهای چی است، تحریک آمیز است. ما تحریک نمیکنیم کسی را، ما دین الله را به مردم بیان میکنیم که دین الله بین می سیستم است. مردم ما این گپ نمیفهمه. خیلی خوب، تقدیرن شهادت حسین رضی الله عنه دیروز شد. چرا الله این طور شهادت به حسین میده؟ این نکته خیلی جالب است. الله متعال بزرگای دین خود از زیاد مبتلا به سختی ها میکنه، حالات اینا گواره سرش میاره. چرا میاره؟ یک نکته نمیسته، یک نکته ایسته، مثل که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کرده که حسین رضی الله عنه خیلی مدت زیاده همرکابی پیغمبر علیه السلام نکرده، او مزایا و فضیلتا برش ثابت نشود. الله خواست او مزیتا و فضیلتا را توسط مبتلا کردن به مصیبت برش نصیب بکنه. در حدیث صحیح میاد پیغمبر علیه السلام میفرمه الله به کدام مؤمنی که کدام درجه را مقرر کرده و عبادت از او یاری نکنه، کمک نکنه که او دو درجه برسه، الله در چی مبتلا میکنه شه؟ در مصیبت ها و تکلیف ها، تا که در او مرتبه برسانه شه. از او خاطر شما هر جای دعوتگرای حق میبینی در تکلیف است، در رنج است، در مشقت است، از هر نگاه. ولی واقعا که عقیده درست داشته باشه، حسین رضی الله عنه کدام مرتبه که الله برش خواسته بود نبود، اون موقع برش میاثر نشد، خرد بود در زمان پیغمبر علیه السلام. الله متعالی مصیبت سرش آورد که مرتبهش بالا شود. یک دوم نکته که الله متعال به فضل الهی خود در قلب ما انداخته، اون نکته خیلی مهم نکته است و در هر معامله به درد ما میخوره. کدام نکته است؟ الله متعال پیغمبران و دوستای خود به تکالیف مبتلا میکنه به خاطر که مبادا یک طایفه پیدا شوه در مورد امی پیغمبر، امی ولی، یک تصور غلط و نادرست نکنه، نعوذ بالله صفات الوهیت برش ثابت نکنه، مردم این عقیده بکنه که اینه هر چیز مشکل کشا و حاجت روا امی پیغمبر، امی ولی است. الله متعال امو پیغمبر و ولی را به مصیبت مبتلا میکنه، به مردم نشان میده که ای ملت، ای بنده الله است، ای بنده. شما در کلمه شهادت سردار انبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ اشهد ان محمدا عبده. اول اعتراف و اقرارتان چیست؟ بنده الله است. بنده کی را میگه؟ عاجز، همیشه محتاج به الله متعال. حاجت روا مشکل کشا هست؟ حاجت روا مشکل کشا هست؟ حاجت روا مشکل کشا هست؟ عبده و رسوله است. جز دار دو جز داره کلمه شهادت ما. چرا ایره درک کرده نمیتونیم؟ اما امروز حسین رو دلانه خود نجات داده نمیتونه. نظر به روایت های خودشان که یا بافته و ساخته که تشنه حتی آب برش میاثر نمیشه و 70 نفر اهل بیت 70 هم نیستن، ای کل شهید میشه، چرا از خود دفاع نمیتونه؟ الله متعال فرمود که آینده طایفه های میایه و میگه که حسین سفینه نجات است، کشتی نجات است، اگر حسین صدا بکنیم ده هر جای بر ما حاضر میشه. الله متعال رد میکنه که نه، حسین رضی الله عنه بنده نیک و سرداری چی؟ جوانای جنت است. خو محتاج به کیست؟ الله متعال. حاجت روا و مشکل کشان است. الله متعال از این خاطر همینطور بندگان خود مبتلا میکنه که مبادا مردم در شرک فرو نروه، غرق نشوه، افراط نکنه. نصارا وقتی عیسی علیه السلام دیدن مرده را زنده میکرد، کاری کی بود؟ کاری کی بود؟ معجزه کاری کی میباشه؟ الله متعال. اما یا فکر کردن که نه، این دیگه کمال در ذاتی کیست؟ عیسی علیه السلام. هر مشکلی که روبرو به عیسی علیه السلام شود
او چی میشه؟ دفع کرده میتونه. اما حالت آمد که عیسی علیه السلام چی میشد؟ بگه اعدام میشد. الله متعال او را بالا کرد. قوم در مو حالت باقی ماند. درس بگیریم. در این شکی نیست. شهادت حسین، ایخ حسین را دیالان هسته. یک فردی کوچک مسلمان در او گوشه دنیا اگر او زخم میورداره، اگر او خار در پایش میخوره، اگر او غم در برش پیدا میشه، ما به غمش چیستیم؟ غمگین. به غمش چیستیم؟ چه جای از اینکه نواده پیغمبر صلی الله علیه وسلم جگر گوشه هایی که واقعا الله اکبر، کدام محبتی که خود حدیث صحیح هست، حدیث صحیح هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید در مورد اردو حسن و حسین، اللهم اینی احبهما، یا الله، حدیث بخاری شریف است، من یار دوست دارم، فاحبهما، تو یار دوست داشته باش. کسی را پیغمبر دعا کرده، پیغمبر دوست داره، ما دوست نداشته باشیم؟ بالکل دوست داشته باشیم. قصه را مکمل که توسط کی شهید شده، آیا واقعا در این معامله کی دخیل بود، چه قسم حالات شده، یک داستان خیلی بزرگ است. آن چیزی که دروغ پردازی میشه، قصه خوانی میشه، روایات دروغ ساخته شده، سند صحیح نداره، این گپا وجود نداره. حسین را دلانه وقتی که حرکت میکرد، اولین کسی که غدر خیانت کرد اهل کوفه است قتل حسین. حسین را دلو که شهید شده توسط اهل کوفه شهید شده، قاصد قبلیش قبلا اونجا شهید شده. یزید در شام بود، یزید ایرا شهید نکرده و نه به دستور شهید شده. ما نمیگیم یزید فرشته است، ملک است، ما میگیم آدمی فاسق بود، اما پیغمبر دعا کرده. به لشکری که قسطنطنیه را فتح میکنه، در او لشکر یزید هم بود، پیغمبر دعا کرده برش. ما نمیگیم، ضرورت نداریم که امو گپارا دور بدیم و بگویم که بغض و عداوت کسی در قلب ما پیدا شوه، نعوذ بالله، نه. از او خاطر امام شافعی رحمه الله می فرمه ای امتی است که الله تبارک و تعالی شمشیرای ما را از خونهایشان چی کرده؟ پاک نگاه کرده. ما ملوث به قتل و خون از ما نیستیم، زبانای خودم در حق او مردم چی نگاه میکنیم؟ پاک نگاه میکنیم. چی گپ معقول، چی ضرور است او گپا را سرسر کنیم. ظالم به جزای خود، پیغمبر میگه کسی که وفات کرده واره شما بدگوییش نکنه. چرا؟ واره رسیدن به او نتیجه ای که الله برشان مقدر کرده بود، او رسیدن. از او خاطر این گپا را، از امو خاطر ما زیاد چی نمیکنیم که حالی بخیزیم دفاع از یزید بکنیم که نه اینطور نیست، فایده نداره، ضرورت نداره. اما دروغ پردازی های مردم که این گپا را، این رخنه را دیگم گشاده میسازه، این دیوال را دیگه بلند میسازه، این فاصله را در بین طایفه های اسلام جدا میسازه، ما به او توصیه میکنیم که بیای داد از اخوت و برادری میزنه. اخوت و برادری در کدام سرحد است؟ چه قسم است؟ به که قرآن برای ما چه هدایت میده؟ بله، حسین را درو شهید شده. آیا دین اسلام برای غمزاری و شهادت و غم و مصیبت ما کدام هدایت و تعلیمات داره یا نداره؟ داره، تعلیمات داره. الحمدلله دین اسلام یکی از امتیازاتش ایسته که یک گوشه زندگی انسان بلا جواب نگذاشته، پاسخ داره. قرآن کریم آیاتی که اول براتون خواندم، الله متعال پیغمبر خدا میفرماید و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. الله اکبر. امی کلمات از صحابه، از زبان مبارک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مو حالت مصیبت برآمده. پیغمبر سر و صورت نزده، ماتم و غمزاری اعلان نکرده، پیش رویش حمزه و شهدای احد شهید شده. جعفر رضی الله عنه که خیلی مشابهت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صورت داشت، او هم شهید شده. پیغمبر حیات بود، زنده بود، تجلیل گرفته نگرفته. خیر، بعد از پیغمبر خلفای راشدین همه امکانات در قدرت و در دستش بود، کدام روز تجلیل گرفتن؟ اولادی از او تجلیل گرفتن؟ کلا قطعا نه. الله بر ما میگه در وقت مصیبت چی بکنیم؟ انا لله
زمانی که مصیبت خیلی قدیم باشه و ما آلی دیاد ما بیاره امین جان باید چی بگویم؟ انا لله امو قدر اجر الله متعال میده مثلی که در اول صدمه برات چی داده شده بود؟ اجر داده شده بود. دختری پیغمبر علیه السلام طفلکش وفات میکنه در حالت جان کندن سوال روی میکنه، پیغمبر علیه السلام طلب میکنه، پیغمبر علیه السلام نمیره، پس به او قاصد میگه که برو به دخترم بگو. بعد از سلام فرمود ان لله ما خزا و له ما اعطا و کل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. برای الله است، در اختیار الله است، آن چیزی که داده و آن چیزی که گرفته، و هر کس به نزد الله به یک تاریخی چیز مقرر. برش بگو ایره، بر پیام مرا برش بگو که فلتصبری ولتحتسبی، باید تو چی بکنی؟ صبر بکنی و باید تو طلب اجر بکنی. این تلقین یا تعلیم پیغمبر علیه السلام است. ام سلمه رضی الله عنها مادر مؤمنا که پسان زوجه مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شده، ابو سلمه وفات کرد، فریاد میکرد، پیغمبر علیه السلام آمد گفت فریاد نکو، تو چی بگو؟ انا لله و انا الیه راجعون. صبر بکو، الله بدل نیک ازی میده. زمانی که گفت خواستگاری پیغمبر به پیش آمد، گپی پیغمبر علیه السلام دمو صحنه که برم گفته بود آیات محمد، که واقعا پیغمبر برم گفته بود اگر کسی صبر بکنه خلیفه بهتر الله نصیبش میکنه، واقعا ابو سلمه کجا و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شریک زندگی کسی شوا. قرآن بر ما هدایت داره، پیغمبر علیه السلام حدیثش است. ابو موسی اشعری رضی الله عنه میفرما که پیغمبر علیه السلام چی اعلان کرده؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بریء من السالقه والحالقه والشاقه. پیغمبر بیزار است، یعنی قطعا او کسا در زمره امت خود نمیشماره. او زنی که سالقه باشه که روی خود پرت میکنه میخراشه، حالقه که مویای خود پرت میکنه در وقت مصیبت و غم، و شاقه که گریبانای خود چیر میکنه. حدیث دیگه است، پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ لیس منا، ده امت ما نیست، او خود منصوب به امت ما نکنه. من ضرب الخدود، کسی که رویا را میزنه در وقت مصیبت و تکلیف، او شق الجیوب یا گریبانا را پاره میکنه، او دعا به دعوال جاهلیه یا صداها میزنه مثل که در زمان جاهلیت زده میشود، او فلانی خان ما او فلانی خان اینطوری گپا میزنه. این هدایات قرآن، هدایات حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همچو روزاست. آیا ما چی بکنیم؟ بله، در مقابل دیگه طایفه پیدا میشه. یک طایفه خو روزای شهادت حسین رضی الله عنه را غم اعلان کرد، اون در کدام سرحد رسانده گپه. طایفه دیگه نواسب بودن، نواسب کسانی بود که به شهادت حسین رضی الله عنه خوشحالی را ظاهر میکردن و شوله پخته میکردن و طعامای خوب و لذیذ پخته میکردن، اولادا و خودشان سرمه را در چشم میکردن، در خانه نان و زیات پخته میکردن. حالان که طریقه پیغمبر علیه السلام خلاف هر دو طایفه است، نه غمزاری است نه خوشحالی، نه دیگاه به نام نظر حسین پخته میشه، نه دیگاه به نام شولی شیرین پخته میشه. روز روزی کیست؟ روزه. روز روزی کیست؟ این رای مستقیم و هر دو جانب راه. شما ببینه که انسان به کدام راه روان شوه. آلی هم اگر ما درک نکنیم حقیقتا و واقعیتا را، باز شما دیگه در اینجا ملامت کیسته؟ ملامت کدام طایفه است؟ الله تبارک و تعالی ما و شما را توفیق بده که راه و نقش قدم حسین رضی الله عنه و امثالش تعقیب کرده بتانیم. حسین شخصیتی بود که در برابر پاچای مسلمان ولی ظالم بیعت نکرد. حسین شخصیتی بود که در برابر پاچای مسلمان که به هزاران صحابه کرام بیعت با یزید کرده بود. صحابه بیعت کرده بود یا نه؟ مسلمان بود، امیر بود، لیکن ظالم بود یا به نظر مردم فاسق بود. حسین رضی الله عنه بیعت نکرد، اما امروز داواداری حسین رضی الله عنه کدام جای ظلم نیست که تو قطعش همراه نباشی؟ کدام جای ظلم نیست که تو امراه قطعش قطعی ظالم دست ندی؟ نمیفهمیم، نمیدانیم، کلیگی ما میدانیم کدام رای حسین تعقیب کردیم؟ شهادت طلب کردیم؟ در مقابل ظلم قیام کردیم؟ کلا قطعا نه، این کار نمی کنیم. فقط ما محبت حسین بگوی بزدن و کندن به این ظاهر میکنیم.
بلا قسم محبت حسین نیست. حسین ایره رد میکنه، نوادش رد میکنه و بابای بگوی بزرگوارش محمد رسول الله صلی الله علیه و آله رد میکنه. نه، ما یک ورق اولجات برادرای کتابای برادرای اهل تشیع هم جمع کرده بودم، لیکن وقت نیست او را کلش نمیگم. در روایات خودشان است که دو آواز ملعون است، یک آواز موسیقی و یک آواز چیست؟ نوحه‌گری. دو آواز در کتابایشان پر است، الحمدلله. ببینن در کتابایشان مراجعه بکنه که درست است یا نه، کتاب خودشان نوشته کرده. البته این حدیث صحیح است، الحمدلله، در سلسله صحیح هم آمده، در روایت اهل سنت هم وجود داره. دین بر ما چی تعلیم میده؟ ما باید چی بکنیم؟ ما در این تو مواقف ارزیابی بکنیم، از حسین رضی الله عنه معلومات بگیریم که کدام شخصیت بود، چه قسم مبارزه میکرد، چرا تسلیم نشد، شهادت اختیار کرد اما تسلیم نشد. آیا در دین، در زندگی ما اگر ما مواجه شویم، یک طرف شهادت باشه، یک طرف بگوی تسلیمی به ظالم، تسلیمی به بیدینی و الحاد، کدامش اختیار میکنیم؟ این اینجا معلوم میشه که واقعا تو دوست داری چیستی، شهادت خوش داری یا نداری. بسیار مردمای ما در حالت راحت خیلی شهادت خوش داره، خلیکن وقتی که موقع شهادت بیا، باز دیگه چی میکنه؟ از الله دعا طلب میکنه که همینجا مرا خلاص کن، الله دیگه نخواد اگر در زبانی خود شهادت بیارم. نه، اونطور نباشیم. چقدر شهادت دادیم، الله متعال ما را بفهمانه سر اصل حقیقت دین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فرش التراب يضمني وهو غطاء ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي باعوا وفائي والصحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي يا إخائي والأهل أين حنانهم باعوا وفائي صحب أين جموعهم تركوا إخائي تركوا إخائي إخائي والمال أين هناؤه صار ورائي والاسم أين بريقه بين الثنى هناؤه
إلى الثناء هذه نهاية حالي فرشت تراب فرشت تراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي.